شهرها طی دهه‌های گذشته با افزایش جمعیت و با توجه به نیازی که در رابطه با ایجاد مسیرهایی برای حمل و نقل شهری وجود داشت و با توسعه خودروهای شخصی رفتن به این سمت که خیابون‌هاشون رو عریض کنن، خیابون‌ها رو تبدیل به بلوار کنن، بلوارها رو تبدیل به بزرگ راه کنن تا ظرفیت حضور اتومبیل در شهرها افزایش پیدا کنه. و این باعث شد که حضور انسان در شهر کم بشه و فضاهای مورد نیاز جهت تردد مردم با دوچرخه یا پیاده روز به روز کاهش پیدا کنه. امروز می‌بینیم که معضلات ترافیک، معضلات زیست محیطی و هزینه هایی که حمل و نقل به خانواده ها تحمیل کرده، خصوصا در شرایطی که بیماری های فراگیر مثل این ویروس کرونا، میبینیم که اهمیت حضور یا ایجاد فضاهای شهری برای دوچرخه، برای تردد دوچرخه یا برای تردد به صورت پیاده بیش از پیش شده. بنده که از کسب و این منطقه هستم، قبلا یاد دارم که از کلا اینجا همه با دوچرخه میرفتم، با دوچرخه کاراشون رو انجام میدادم، با دوچرخه میمدم مسجد، میرفتم بازار، برای خریدشون با دوچرخه میرفتم. متاسفانه حالا چند سال اخیر خود از این ساختای شهری تاخیر کرده و مردم حالا کلا با وسیله نقلیه موتوری رفت و اومد میکنن. یه جوری شده که به هر حال صدای و زنگ اون دوچرخه ها شنیده نمیشه توی این کوچه و شهرهای یزد. یه خورده هستن گروه های دوچرخه سواری میان، تلاش میشه، ولی اونجوری که باید فرهنگ گذشته مثل که سابق جزء فرهنگ ما بوده متاسفانه در حال حاضر این چنین نیست. حیف هم برای یزد که از شهر دوچرخه معروف بوده از قدیم. چند وقتی که حالا حدود یک سالیه که من از دوچرخه استفاده میکنم، واقعا به این به اصطلاح نتیجه رسیدم که هیچ ورزشی مفرح‌تر و به خدمت شما عرض کنم برای سلامتی مفیدتر از دوچرخه نیست. متاسفانه ولی بیشتر میبینم مردم به جای دوچرخه از موتورسیکلت، از ماشین استفاده میکنن. حالا شاید یکی از دلایلش عدم امنیت برای دوچرخه سوارا هست. چون خود من چندین بار تا حالا نزدیک بوده تصادف کنم. متاسفانه زیرساخت ها و مسیرهایی که برای دوچرخه باید حاضر باشه، آماده باشه، متاسفانه اینا فراهم نیست. ولی در کل باز هم میتونیم برگردیم به اون اصالت قدیمی، یعنی شهر دوچرخه ها به جای شهر موتورسیکلت ها بشه شهر دوچرخه ها، به جای شهر دود بشه شهر سلامتی. شهر یزد قدیم که من یادم بوده بچگی بودم که تو شهر یزد بافت تاریخ میمدن همه دوچرخه سوار میشدن، هیچ که سوار موتور نمیشده، موتوری هم نبوده. حالا همه موتور تو بافت تاریخ، تو کوچه پس کوچه ای که آشتی کنه مردم، یعنی فرزوره که میره موتور میره. این باید جا بیفته، فرهنگ سازی بشه که مردم یزد که همون شهر دوچرخه بمونه. حیفه این شهری که ما داریم اینقدر خوبه، خشه، به قول خود یزدی ها شهر یزد هم جانی شده، حیفه از بین بره. مسئول ها وقت وعده دادن که این بافت تاریخ یا ببندن یا تردد نره کسی، یا مثلا هر که این بچه این ماله کارتش بهش بدن. متاسفانه مسئول ها چیش انجام ندادن. در رابطه با اینکه چرا شهری از موفق به کسب برند ملی شهر دوچرخه نشده، باید خدمتتون عرض کنم که ما در بررسی مسائل اجتماعی نمیتونیم تک بودی و تک علتی به مسائل نگاه کنیم. خب عوامل مختلفی همچون عوامل اقلیمی، فردی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی میتونه بر این قضیه تاثیرگذار باشه. علاوه بر فقدان یا نقص در برخی از زیرساخت‌ها، ما شاهد تغییراتی هستیم در سبک زندگی مردم و به خصوص تغییراتی در نحوه زندگی و اولویت ارزش‌ها و نگرش اونها نسبت به جامعه. تغییرات سبک زندگی و گسترش تکنولوژی میتونه روی این امر دخیل باشه. نظام شهرسازی ما و سازماندهی معماری ما در شهرهای امروزی، در شهرهای مدرن به گونه ای هست که اجتناب ناپذیر میکنه استفاده از سواره را، و یکی از مشکلات جدی هست که در حوزه پیاده محوری ما داریم.
شما مثلا مقایسه بفرمایید بافت تاریخی یزد را با شهر جدید یزد. ما در بافت تاریخی یزد یک تفکر تمرکز زدا داریم، یعنی هر محله به شکلی سامان گرفته و نظام یافته که نیازهای روزمره ساکنش را پاسخ میده. هر محله یک نانوایی داره، یک بازارچه داره که تو اون بازارچه چند تا مغازه هست، یک آبنبار داره، یک مسجد داره و اهل محل بخش عمده‌ای از نیازهاشون در داخل محله مرتفع میشه. ولی شهرهای امروز ما، شهرهای جدید ما، بر اساس تمرکز شکل گرفتن و سیتی سنترها و مراکز متمرکز که خدمات گسترده ای را هم ارائه میکنن باعث میشن که شهروندان مجبور بشن که سفرهای درون شهری زیادی داشته باشند. اگر قرار هست پیاده محوری به گفتمان رایج و به یک باور عملی در شهرهای ما تبدیل بشه، باید از خودمون شروع کنیم. من عضو شورای شهر تا چه حد سهم دارم در استفاده از وسایل غیر موتوری؟ چقدر پیاده راه میرم در شهر؟ سایر مردم چجور؟ در زمینه فرهنگ سازیش، در زمینه مطالبه گری پیاده محوری چه کارهایی کردیم؟ من فکر میکنم ما در آغاز یک راه دشوار هستیم. خیلی دلمون را نبره شعارهای زیبا و به اصطلاح ظاهرن گفته های شفاهی که بین مدیران ما، مردم ما وجود داره. در عمل میبینیم که یک اتفاق دیگه ای داره میفته و بعضا افرادی هم که حتی علم به این دارن که پیاده محوری گریزی و گزیری ازش نیست در شهرهای آینده، باز هم میبینیم اونها هم در عمل از وسایل موتوری به شدت استفاده میکنن. به هر حال بشر امروز و شهروندان امروز شهرهای ما معتاد شدن و ترک این اعتیاد به راحتی میسر نیست. دوره های قدیم یزد شهر دوچرخه ها بود، چون کوچه پس کوچه هایی داشت که کسانی که از دوچرخه استفاده میکردن امنیت جانی داشتن و زیر ساخت برای دوچرخه سواری بود. الان متاسفانه دیگه همه به سمت و سوی خودرو، هم وسیله نقلیه موتوری روی آوردن و از دوچرخه دور شدن. به همین دلیل ما دیگه شهریت شهر دوچرخه ها نیستیم و دوست داریم که یزد دوباره شهر دوچرخه ها مثل قدیم بکنیم. این همت عزیزان شهروند یزدی ها مطلبه. انشالله که شهرداری و شورای اسلامی شهر هم همکاری بکنن. الان اینجا که هستیم مسجد رودخانه ای هست که در حال احداث هست، تملک هایی هست که باید انجام شده که انجام شده. انشالله تا پایان دوره این مسجد رودخانه برای همه شهروندان آماده باشه که بتونن حداقل از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده کنن.